موازی مقاله 11 فدرالیست قسمت 4 رو نگاه بکنیم. A mature consideration of the objects suggested by these questions will justify a belief that the real disadvantage to Britain from such a state of things conspiring with the possessions of a great part of the nation in favor of the American trade and with the importunities of the West India Islands would produce a relaxation in her present system and would let us into the enjoyment of privileges in the markets of those islands and elsewhere from which our trade would derive the most substantial benefits. این وقتی میگه West India Island همون جزایر کارائیب رو داره میگه. خب همون صحبتایی که توی قسمت سومه مقاله 11 کردم، میگه دوزاری انگلیس میفته که با ما 13 تا ایالت متحد نمیتونه در بیفته، چون میبینه که بازارش کساد میشه، نمیتونه بیاد با ما تجارت بکنه، مجبور بره پول اضافی خرج بکنه که کشتی های دیگه بیان جنساشو ببرن و بیارن، و ما هم که شروع بکنیم دو مرتبه با این جزایر کارائیب داد و ستد بکنیم با اینکه دست انگلیسه، ولی ما خیلی به نفعمونه. این نیستش که بگه ما حتما باید استفاده بکنیم، انگلیس حتما باید ضرر بکنه، میگه همه باید استفاده بکنیم. Such a point gained from the British government and which could not be expected without an equivalent in exemptions and immunities in our markets would be likely to have a correspondent effect on the conduct of other nations who would not be inclined to see themselves altogether supplanted in our trade. میگه اینجوری که تو روی انگلیس واستادیم، یه چیز خوبی که دیگه ای که داره اینه که کشورهای دیگه هم یاد میگیرن، میگن ما اگر واقعا با عزم درست حسابی واستادیم جلو انگلیس، جلو اون یکی هم وام میتونیم واستیم، به خاطر اونا با ما راه میان، کار میکنن. A further resource for influencing the conduct of European nations towards us in this respect would arise from the establishment of a federal navy. یه مدل دیگه که ما میتونیم کشورهای اروپایی رو جلوشون خودی نشون بدیم و اینا، که یه نیرو دریایی درست حسابی، نیرو دریایی که فدرال وابسته به تمام ایالت ها باشه داشته باشیم. There can be no doubt that the continuance of the Union under an efficient government would put it in our power at a period not very distant to create a navy which, if it could not vie with those of great maritime powers, would at least be of respectable weight if thrown into the scale of either of the two contending parties. میگه ما نیرو دریایی درستی که رسابی که راه بندازیم، درست روزهای اول نمیتونیم بیایم شاخ به شاخ بشیم با این بریتانیا و شاید فرانسه، ولی اونها دوزارشون میفته که اگه با ما بد بشن، ما میتونیم بریم طرف یکی دیگر بگیریم، جلوی اون قویه واستیم. یعنی اگه مثلا انگلیس خواست ما رو اذیت بکنه، میریم با فرانسه نیرو دریاییمون رو با اونا یکی میکنیم، یا اونا کمک میکنیم، حمایتشون میکنیم و دوتایی میتونیم دیگه جلو انگلیس واستیم. بس بگه این خیلی مهمه. This would be more particularly the case in relation to operations in the West Indies. A few ships of the line sent opportunely to reinforcement of either side would often be sufficient to decide the fate of a campaign, and the event of which interests of the greatest magnitude were suspended. Our position is in this respect a very commanding one. ببینید اینجا چه حرف قشنگی میزنه. میگه ما بایستین حواسمون باشه
که داریم میگیم نیرو دریایی درست حسابی داشته باشیم، مثلا بیایم این پایین که گردار جزایر کارائیب بیایم پایین هم دیگه، یه ذره پایین تر. خب یه ذره پایین تر که میری طرف آمریکای مرکزی، میگه حتی ما چند تا کشتی داشته باشیم، حتی نیرو دریایی عظیمی نداشته باشیم، اگه طرف یه کشوری رو، حالا اسپانیا یا فرانسه رو بگیریم، انگلیس رو حسابی معطل میکنه. به چه دلیل؟ انگلیس هم 3000 مایل فاصله داره با نیرو دریای انگلیس یا ارتش انگلیس، 3000 مایل فاصله داره با خود انگلیس. پس ما چند تا کشتیمون خیلی میتونه حمایت چند تا کشتی ما از یکی از این کشورها، از ناوگان یکی این کشورها، کلی میتونه انگلیس رو کلافه بکنه. به خاطر این میگه ما متحد باشیم و یه که نیرو دریایی متحدم داشته باشیم خیلی به نفعمونه. Ice would be set not only upon our friendship but upon our neutrality. نه تنها به خاطر اینکه دوست ما بشن کلی پول خرج میکنن، میخوان طرف ما باشن، بلکه حتی به خاطر اینکه ما بی طرف بمونیم هر کاری بتونن میکنن برامون. قرار باشه قرارداد داد و ستد ببندن میکنن، قرار باشه به ما اجازه بدن کشتی همون رو ببریم اونجا و بارکشی بکنیم میکنن، به خاطر اینکه میدونن که ما با یه نیرو دریایی حتی نیمچه قوی میتونیم کلی دوم از این کشورها رو که بخوایم خراب بکنیم با همکار شدن با اون کشورهای مقابلش. By a steady adherence to the Union, we may hope ere long to become the arbiter of Europe and America and to be able to incline the balance of European competitions in this part of the world as our interest may indicate. بگه پس با یه نیروی دریایی معمولی ما میتونیم حرف آخر رو توی استراتژی و جیو استراتژی اروپا رو داشته باشیم. اینا چون میدونن که ما با هر کشوری همکاری حمایت بکنیم، هر کشوری رو اون کشورهای مقابل وضعشون خرابه، پس دیگه حسابی میان هوای ما رو خواهند داشت و با ما در نمیفتن و اذیت نمیکنن. اشاره کردم که بیشتر اون کاونتی ها، بیشتر اون بخشایی که نزدیک به آبن به خاطر تجارت و اینا، اونا زودتر میخواستن این قانون اساسی جدید تصویب بشه، راتیفای بشه. اونایی که فاصله داشتن بیشتر، اکثرا میگم نه همه، اونایی که فاصله داشتن چون یه مقداری زیاد کارشون تجاری نبود و اینا، چون رقابتی میل و رغبتی نداشتن به اینی که قانون اساسی سریع تصویب بشه. و تو نقشه نشونتون دادم، ببینید اینجا که نگاه میکنید این ایالت نیویورک، این بالا منطقه نیویورک یه ذره شکلش یه ذره عجیب غریبه. اینجا ببینید این نوکه، این جزیره لانگ آیلنده، این هم ماره نیویورکه. به خاطر بنادری که داشت خیلی کالاها می اومد اینجا، بعد این ایالت نیوجرسی و کانتیکت همیشه به خاطر اجناسی که از نیویورک وارد می شد انگار دو مرتبه بایستین مالیات می دادن، چون نیویورک جنس رو می برد بالا قیمتش رو چون یه مالیاتی داده بود، اونجوری مالیاتش رو در می آورد، بعد اون جنس ها رو می فروختش به چی؟ به نیوجرسی و دلاور و اینا. به خاطر اینه که وقتی نگاه میکنی مثلا اولین ایالت هایی که تصویب کردن این قانون اساسی رو همین دوتا ایالت کوچولو بودن، به دلیل اینکه می گفتن ما قانون اساسی رو تصویب بکنیم و یه اتحادیه را بندازیم، فقط دولت فدراله که میتونه این مالیات ورودی رو واردات رو بگیره، یعنی همه بایستین یه قیمت یه جنس میاد تو جیبشون. و
برای اینا نگاه میکنید دلاور رو، دلاور اولین ایالتی بود که تصویب کرد، بعدش پنسیلوانیا. البته پنسیلوانیا دلیلی داره که بعدا راجبش صحبت میکنیم. نیوجرسی ایالت سومی بود که تصویب کرد. جورجیا هم کم جمعیت بود اینجا، و هم این که از یه طرف میترسید اسپانیش ها اینجا بودن، از یه طرف هم بومی ها اینجا حمله میکردن بهشون، به خاطر همون ترس از جونشون زود تصویب کردن. برای که نگاه میکنید مثلا جالبیش اینه که خب همونطوری که گفتم اونایی که تو فیلادلفیا بودن و نزدیک اقیانوس بودن زود میخواستن تصویب بشه، ولی مثلا اینایی که تو غرب پنسیلوانیا زندگی میکردن و اینا به گفته همین خانم پالین میر تو این کتاب راتیفیکیشن سه نفری که خیلی داد و بیداد میکردن و مخالف این قانون اساسی بودن اولش، بخشای غربی پنسیلوانیا بودن، و جالبی که ستاییشون هم ایرلندی الاصل پروتستانت بودن. خب این خیلی جالبه براتون اینو در نظر داشته باشید که اگه ایرلندی بودن و کاتولیک بودن اصلا اونجا راشون نمیدادن. پس حالا دیگه فرصت زیاد نیست تو این ویدیو صحبت بکنم، ولی اینجا مسئله این میشه، یادآوری میشه که حواستون باشه اون زمان هیچ رقم کاتولیک و همونجوری که توی ویدیوهای دیگه گفتم یهودی و یعنی غیر از پروتستانت مسیحی هیچ اجازه نداشتش که قاطی برنامه های سیاست بشه. تنها ایالت هایی که مثلا یه ذره فرق داشتن ایالت همین ایالت پنسیلوانیا که داریم روش صحبت میکنیم پیشرفته ترین ایالت بود از نظر آزادی دین و رفتار و اینا، به خاطر کسی که بنیانش گذاشته بود اون ویلیام پن کویکر بود و درست حسابی. حالا بعدا راجبش صحبت میکنیم.